أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراويتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صنف دیگر از محرمات محصنات من النساء که حرمت علیکم امهاتكم و همچنین امهاتكم اللاتی ارضعنكم و همچنین امهات و نسائكم، اون سه گروه که یا نسبی بودن یا رضایی بودن یا بالمصاهره حکمشون بیان شد. گروه چهارم محصنات من النساء هستن که حرامه. منظور از این محصنات کیانن؟ لغت احسان که از حس دست و من بر بسیاری از مصادیق هم می شود. حس یعنی من. قلعه را می گوین حس برای اینکه مانع از نفوذ خطر است. زنی که عفیف است عفت او مانع از ارتکاب گناه است، اون را محسنه می گوین. نظیر اون چی در باره مریم علیه السلام آمده است که و مریم ابنت عمران التی احسنت، یعنی حفظت. پس او حافظه و محسنه است، این عفت او مایه حفظه. چین که محسنات به معنای حرائر بر زنهای آزاده اطلاق می شود، نظیر اون چی که در همین سوره نساء آیه 25 آمده است که اگر کنیزها تن به بزهکاری دادند، حد اینها و کیفر اینها نصف حد محسنات است. فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. در اینجا محسنات به معنای حرائر است، یعنی آزاده ها. کنیزها کیفرشون نصف کیفر محسنات است. فعلیهن نصف ما علی المحسنات. و اگر چون چه منظور عفایف بود، خب عفایف فرق نمی کند، چه کنیز چه آزاد. چه این که در سوره مبارکه بله این معنای سوم است که بهش اشاره خواهد شد بخواست خدا. چه این که در سوره مبارکه نور آیه چهارم آمده است والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونها که زنهای محصنه را به بدنامی متهم می کنند و چهار شاهد اقامه نمی کنند، حد قذف دارند و حد قذف اونها 80 تازیانه است. منظور از محصنات در اونجا عفایف نیستند، زیرا اگر کسی زن عفیف را قذف بکند، خواه اون زن آزاد باشد خواه کنیز، حدش 80 تازیانه نیست. منظور از این محسنات در آیه 4 سوره نور همون حرائر است، یعنی زنهای آزاد، زیرا قذف کنیز به 80 تازیان منتهی نخواهد شد. پس مورد دومی که محسنات اطلاق می شود همون حرائر است و مورد سومی که محسنات اطلاق می شود هم زنهای شوهردار است، که زنهای شوهردار را می گن محسنات، برای اینکه شوهر اینها را از ارتکاب شوهرداری مایع نجات از گناه است. چه این که در معنای دوم که حرائر را و زنهای آزاده را محسنه می گفتن، برای اینکه این حریت حسن بود و قلعه نجات از هر گونه ذلت و بردگی است. بنابراین در همه این موارد مصداقها با هم فرق میکند، نه مفهوم. اصل مفهوم به معنای حفظ و صیانت است، منتها در عفایف به یک مصداق، در زنهای آزاده به مصداق دیگر، در زنهای شوهردار به مصداق سوم. حالا منظور از این محسنات آیا زنهای شوهردار است یا زنهای آزاده است یا زنهای عفیف؟ این که فرمود بل محسنات و من النساء، منظور زنهای عفیف نیست، برای اینکه نکاح زن
اگر مانعی نداشته باشد جایز است، خواه عفیف خواه غیر عفیف. حالا کراهت یه حکم دیگر است، همین که زن مسلمان باشد، خواه جزء عفائف باشد خواه نه، نکاح او حرام نیست. به اون آیه که فرمود از زانی لا ینکه الا زانیتا او مشرکه و زانیتو لا ینکه الا زانی او مشرکه، گوشه از مناسبت های این آیه در بحث دیروز اشاره شد. پس منظور از محسنات نمیتواند زنهای عفائف باشد، چه این که منظور حرائر نیست، زن آزاده نیست، چون زنهای آزاده که حرام نیست بر انسان، نکاح اونها حرام نیست. نه نکاح محسنات به معنای عرائب حرام است، نه نکاح محسنات به معنای حرائر و آزاده هیچ حرمتی ندارد. تنها زنی که مصداق محسنه است و نکاح او حرام است همین زنهای شوهردارن. پس بل محسنات و من النساء یعنی زنهای شوهردار بر شما حرام. اگر که اون چه روایتی که دارد المطلقة الرجعية زوجتون در کنار این آیه قرار بگیرد، به منزله حکومت بر این آیه است از راه توسعه موضوع. یعنی این آیه می فرماید زنهای شوهردار نکاح اونها حرام است. اون حدیث می فرماید زنی که طلاق رجعی گرفت مادامی که در عده است به منزله زوجه است، پس به منزله زن شوهردار است. جمعش این می شود که ازدواج با زنی که طلاق رجعی گرفته است هنوز عده او سری نشد حرام است. بل محسنات و ملن نساست. و اگر این کار را نکردیم، البته به وسیله روایات این کار خواهد شد، یعنی و اوهل لکم ما ورا ازالکم، از اطلاق او باید بکاهیم بگوییم زنی که طلاق گرفت شوهر ندارد ولی در حال عده رجعی است، نگاه با او حرام است. والمحسنات من النساء. حالا کلمه من النساء را چرا فرمود؟ اون یه بحث دیگری داره. اگه فرمود والمحسنات کافی بود الا ما ملکت ایمانکم، یعنی زنهای شوهردار نکاح اونها حرام است مگر اون زن شوهرداری که ملک یمین شما بشود، شما اون رو مالک بشوی. حالا شما مالک بشوی یا نه زنهایی که مؤمنین مالکن، چون موارد دیگر داریم که می‌فرماید شما می‌توانید اون چرا که ملکت ایمانکم با اونها ازدواج کنید. اگر امکان ندارید که با حرائر ازدواج کنید، با ملک یمین ازدواج کنید، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید. با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید نه یعنی با کنیزای خودتون ازدواج کنید، چون کنیزه خود انسان که بر او حلال است. ما ملکت ایمانکم یعنی اون چرا که مسلمین مالکن، با اونها میتوانید ازدواج کنید. چون در آیه بعد این چی نامده است که همون آیه 25 که در بعد از این آیه 24 است، این است که دیگر کنیز نیست، اگر آزاد شد میشه جز حرائر. بله وقتی او رو آزاد کرد جز حرائر است دیگه، جز یک امانیست. در آیه 25 و مرلم یستطع منکم طولن ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، اگر کسی امکان مالی نداشت، مهر نداشت، شرایطش اجازه نداد که با یک زن آزاده ازدواج کند، با ملک یمین ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کند، نه یعنی اونچه را که خودتون دارید با اون ازدواج کنید، اونچه را که امت اسلامی جامعه اسلامی مالکن اون رو ازدواج کنید. پس این که فرمود ما ملکت ایمانکم نه یعنی شما اگر مالک شدی، نه یعنی کنیزها. پس والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم مثل این است که بفرماید والمحسنات من النساء الا الاماء، نه مگر کنیزای خودتون، که این استثنای کنیز شوهردار است از مطلق زنهای شوهردار. ازدواج با زنهای شوهردار حرام است مگر کنیز شوهردار، نه کنیز خودتون.
نه زن شوهردار اگر آزاد باشد که خب نکاح با او حرام است، ولی زن شوهردار اگر آزاد باشد می شود با او ازدواج کرد. از چرا؟ یا از راه بیع، یا از راه هبه، یا از راه تحلیل، یا از راه سبی، یا از راه با شوهر آزاد. یعنی اگر کنیزی شوهر داشت بعد او را خریدن، چون بیع کنیز به منزله طلاق اوست، هبه کنیز به منزله طلاق اوست، ارث کنیز به منزله طلاق اوست، چون که طلاق او هم حکم طلاق را دارد. پس زنهای شوهردار ازدواج اونها حرام است، مگر کنیزها، نه مگر کنیزهای خودتون. نظیر اینکه در آیه بعد فرمود اگر کسی نتوانست با محسنات مؤمنات ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج بکند. این معناش آن است که اگر کسی نتوانست با زن آزاد ازدواج کند، با زن کنیز ازدواج بکند، نه با اون چرا که ملک یمین اوست ازدواج بکند، چون ملک یمین اوست دیگه عقد بر نمی دارد که. خب ول محسنات من النساء الا الاماء، اون که در بحث دیروز اشاره شد آیه سوره مبارکه بقره که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اون مربوط به ایمان و کفر است که یه شرط جدایی است. الان بحث در اصناف است. این 15 صنف را این آیات مشخص میکند. یکی منکوحت الاب است، 7 گروه هم گروه نسبی هم، 2 گروه هم گروه رضایی هم، 4 گروه هم گروه سببی و مصاهرن. این 15 که زنهای شوهر دارد، اینا نسبت به ذوات اشخاص است. اما اوصاف اینها از نظر ایمان و کفر او در آیه که قبلا بحث شد در سوره بقره فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم. همین کنیز شوهردار را اگر مولا تحلیل کرد، هبه کرد، دیگه کنیز است. همین با اینکه کنیز هست، این کار را درباره زنهای شوهردار اگر آزاد باشند نمیشه کرد، ولی درباره کنیز میشه کرد. پس زنان شوهردار را نمیشد با اونها ازدواج کرد مگر کنیز، که دیگه طلاق لازم نیست. زنهای آزاد را وقتی میشود با اونها ازدواج کرد که اینا از شوهرشون طلاق بگیرن، عدهشون سفری بشود، بعد به عقد شوهر جدید در بیان. این کار در کنیزها لازم نیست. اون که عده بله عده باید مقدم بشود، ولی غرض اینه که طلاق لازم نیست. در زن شوهردار طلاق لازم هست و انقضای مده لازم است و امثال ذلک، ولی در کنیز طلاق لازم نیست. بیع کنیز، اسیر کردن کنیز، هبه کنیز، تحلیل کنیز، امثال ذلک کافی است. ولی شوهر دارد دیگه، طلاق که نگرفت، با اینکه شوهر دارد به طلاق نگرفت، مع ذلک مولای او این کنیز را تحلیل می کند، هبه می کند به یک مرد دیگر، اون وقت این زن عده نگه می دارد، بعد زندگی می کند با زن دیگر. بله همین این هبه او به منزله طلاق است، دیگه طلاق نمیخواد. کاری که زنهای آزاد دارن اون کار را کنیزها ندارن. زن اگر آزاد باشد، کنیز نباشد، وقتی شوهر دارد نمیشد با او ازدواج کرد، مگر اینکه شوهرش بمیرد یا از شوهرش طلاق بگیرد، عده او منقضی بشود، بعد بشود با او ازدواج کرد. ولی کنیز این چنین نیست. کنیز با اینکه شوهر دارد، اگر مولای او همین کنیز را به دیگری هبه کرد، یا همین کنیز اسیر شد، یا همین کنیز خریداری شد، دیگه بعد از استبراء و انقضای عده نکاح با او حلال است دیگه.
طلاق نیست. نه، اگر تملیکش کرد، تملیک او به منزله طلاق اوست. این تو روایات ما هست دیگه. نه، بانک زوج دارد، بیعها طلاقها، هبتها طلاقها، این تو روایات ما هست، تو فقه ما هست. بیع او به منزله طلاق اوست. اگر بیع او، هبه او، تحلیل او به منزله طلاق او باشد، دیگه مشکلی ندارد. نه، در زنهای شوهردار تا طلاق نگیرد ازدواج با او جایز نیست، یا موت شوهر یا طلاق، اینجا هیچ کدام لازم نیست. این دیگه ضرورت به شرط المحمول است، یعنی اون رو که شارع اجازه داده است، با اینکه اجازه داده است، به شرط اینکه اجازه داده است، بله ملک علاقه زوجیت با اولی قطع شد. ولی کنیزی که شوهر دارد بدون طلاق میتواند به زوجیت مرد دیگر در بیاد، منتها بعد از انقضای عده. بیعها طلاقها، هبتها طلاقها، ارثها طلاقها، سبیها طلاقها. اینه. نه، این تحکیم است به لسان موضوع. با زن آزاده کاملا فرق دارد. زن آزاده جز راه طلاق ممکن نیست، یا مرگ شوهر یا طلاق، اینجا هیچ کدام لازم نیست. اگر مولایی به کنیز که او را که تملیک کرد یا به عقد کسی در آورد، اگر چنون چون زمام اختیارش به دست مولاست، اگر مولا همین کنیز را به دیگری بخشی، یا مولا مرد و همین کنیز را ورثه او ارث بردن، دیگر لازم نیست که از شوهرش طلاق بگیرد. البته استبراء لازم است. بله، یعنی این ضرورت به شرط المحمول است. زن اگر بخواهد از شوهرش جدا بشود، یا با مرگ شوهر است یا با طلاق. کنیز اینجور نیست، مگر کنیزها، این همون استثناست دیگر. با زنهای شوهردار نمی شود ازدواج کرد مگر کنیز، استثنا همین است دیگر. اون دیگه ضرورت به شرط المحمول است. چون علقه زوجیت با نکاح می آید، با فسخ یا با طلاق منقطع می شود. اینجا نه فسخی در کار است، نه طلاقی در کار است، صرف ملک یمین است. همین مقدار مصحح استثناست. اون وقت ما بگوییم با همین کار زوجیت جدید آمده است و از زوجیت قبلی سخت شد، این در به شرط المحمول است دیگه. البته بله، با استثناء بله، اما زمینه استثناء چیست؟ زمینه استثناء اینه که ازدواج با زنهای شوهردار صحیح نیست، مگر اینکه شوهر بمیرد یا طلاق بده. مگر کنیزها، که کنیز اینجور نیست، طلاق لازم نیست. نه، حرمت که اون نظیر آیه اسبق نبود که نکاح مدخول نهی شد، لاتن که هما نکاح واکن. اینجا زوات متعلق حکم است. فبود حرمت علیکم، این 15 گروه، این 15 ذات بر شما حرام است. این زوات حالا عقد است، نکاح است، امثال ذالک، هر جایی به مناسبت خودش. در گروه 13 هم جمع بین اختین حرام بود. اجازه فرمود و ان تجمع بین الاختین. گاهی جمع حرام است، گاهی خود ذات حرام است. هر جایی به مناسبت خاص خود او اون فعل فاعل میگیرد. این زوات 15 گانه حرام است. یکی از این زوات 15 گانه زنهای شوهر دارند. خب پس زنهای شوهردار مطلقا حرامند، مگر کنیزها. کنیزهای شوهردار ازدواج با اینا حرام است. نه، ازدواج، نه عقد ایجاب و قبول. این بله باطل هست.
یعنی این ازدواج باطل هست، مثل جمع بین اختین که باطل هست. حالا اگر که اینکه اختین در اونجا گفتیم چندین فرض دارد، اگر اختین هر دو ملک یمین بودن، اونجا اصلا عقد نیست، هر دو ملک یمین هست یا هر دو به تحلیل است. جمع بین اختین چندین فرض داشت دیگر، یا هر دو عقد دائم بود، یا هر دو عقد منقطع بود، یا هر دو ملک یمین بود، یا هر دو تحلیل بود، او بر اختلاف. هر ذاتی اثر متوقع از او تحریف شده است. این 15 ذات بر شما حرامند، هر کدام با وضع خاص خود. درباره زنهای شوهردار فرمود این ذات زنی که شوهر دارد بر شما حرام است. در همین فضا کنیز را استثناء کرده، فرمود کنیز اگر شوهر داشته باشد، اگر مالک شدید حلال است، هیچ چیزم نمیخواد. با چیز از شوهرش جدا شد؟ بسیار خوب، پس طلاق لازم نیست. زن شوهردار هرگز نمیتواند با مرد دیگر ازدواج بکند مگر اینکه شوهرش بمیرد یا از شوهرش طلاق بگیرد. در کنیز هیچ کدام از این لازم نیست. فالمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. نه، کنیز که خودش مولا دارد، ولی گاهی آزاد است، گاهی شوهر دارد. اگر مولای او همین کنیز را برای دیگری تحلیل کرد، به عقد دیگری در آورد و امثال زالک، این شوهردار است دیگر، جز محسنات است، یعنی جز زنهای شوهردار است، مادامی که مولای او این علقه زوجیت را حفظ بکند. الا ما ملکت ایمانکم. پس منظور از محسنات زنهای شوهردار است اولا، و منظور از ما ملکت ایمانکم کنیز است، نه اونچرا که شما مالک شدید. چون اونچرا که شما مالک شدید دیگر ملک شماست، او رو نمیخواد بگوید. ولو شما مالک نشدید، همون مولای او مالک است، ولی مولای او میتواند برای شما تحلیل بکند. نظیر همون آیه 25 که بعد داریم که فرمود اگر کسی نتوانست با محسنات مؤمنات، یعنی با زنهای آزاد، ازدواج بکند و از مالش اجازه نداد، با ما ملکت ایمانکم ازدواج بکند. با ملکت ایمانکم ازدواج بکند یعنی چی؟ نه یعنی با ملک یمین خود ازدواج بکند، یعنی با کنیز ازدواج بکند که معیشت آسان‌تری دارد. و المحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. منقطع هم نشد. اما شوهردار می شود با او ازدواج کرد، چه موقعی؟ نه الا الاما، ازدواج با زنهای شوهردار حرام است، چه آزاد چه کنیز، این مستثنامه. بعد مستثنا کنیز خارج کرده است، چون استثنا همون اخراج مولا الله لدخل است، طوریست که اگر استثنا نیاید اون داخل در مستثنامه هست. زنهای شوهردار بر شما حرام است، چه آزاد چه کنیز. بعد کنیز استثناء شد. بعد تمود کتاب الله علیکم. این کتاب الله علیکم را دو جور بیان کردن. یکی اینکه این کتاب الله علیکم منصوب است به فعلی که اون فعل مقدر است، یعنی کتب کتاب الله، یعنی کتب الله کتابا علیکم، نظیر کتب علیکم و سیام، کتب علیکم القتال و امثال ذلک، که ناسبش فعلیست محذوف. دوم این که ناسب او همون اسم فعل است. این علیکم بنابر وجه اول جار و مجرور است و متعلق به اون کتبه. بنابر وجه دوم این علیکم دیگه حرف جار و مجرور نیست، اسم فعل است، یعنی اسمی است که معنای فعل را دارد. علیکم یعنی الزمو. نظیر اون که در سوره مائده آمده است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم یعنی الزموا انفسکم، اگر بخواهید به جایی برسید از جانتون غفلت نکنید، سر جایتون باشید، مواظب جانتون باشید. این علیکم انفسکم یعنی الزموا انفسکم. سید الاستاد رضوان الله این احتمال را تقویت کرده و اون احتمال اول رو هم خودشون ذکر کردن، هم مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرد و رد کرد.
اون احتمال اولی است که این علیکم که اسم فعل است چون فاعلیت او و عاملیت او ضعیف است، این نمیتواند معمول او مقدم باشد، معذارک در معمول متقدم عمل بکند. اگر در سوره مائده عمل کرد، برای اینکه معمول او متأخر از او سمود، علیکم انفسکم، انفسکم را نصب کرد چون بعد از علیکم است. اینجا کتاب الله را بخواهد نصب بدهد با اینکه کتاب الله قبل از اوست، این مقدور اسم فعل نیست. به هر تقدیر حکم روشن است و این است که اول ذات اقدس اله فعل را به صورت مجهول ذکر کرد، 15 ذات را اسم برد، فرمود این ذوات 15 گانه بر شما حرامند به ذمیمه اون لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. اون البته نهی روشنی است. از این حرمت علیکم امهاتکم تا والمحصنات من النساء که این 14 ذات و گروه هم، اینها فرمود بر شما تحریم شدند. خب کی حرام کرد؟ خدا حرام کرد. اول فاعل ذکر نشد، بعد فاعل را به صراحه نام برد. گاهی به صراحه فاعل را در همون اول یاد میکند، مثل احل الله البیع و حرم الربا. گاهی این چنین نیست، فاعل ذکر نمیشود، بعد اینکه مدتی انسان منتظر بود که بفهمد یک این منشأ حکم کجاست و چیست، اونگاه فاعل را به صراحه ذکر میکند. در حرمت علیکم امهاتکم این چین است، بعد اینکه این اصناف 14 گانه حرمت اینها مشخص شد، هنوز معلوم نیست که اون محرم، اون که تحریم کرد و قانون را گذاشت کیست. بفرمود کتاب الله علیکم. این کتاب الله علیکم که در وسط قرار گرفته است، دو تا کار میکند. یکی ابهام گذشته را برطرف میکند، یکی ابهام آینده را هم مرتفع میکند. ابهام گذشته با همین مرتفع شد که حرمت علیکم امهاتکم، یعنی ان الله حرمها. ابهام آینده را برطرف میکند چون در جمله بعد دارد و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی احل الله لکم. گاهی بدون رفع ابهام ذکر میشود، مثل احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم هن لباس لکم. گاهی بعد از مجهول آوردن فعل معلوم را ذکر میکنند که ابهام برطرف بشود و بر عظمت مسئله بیفزاید. فرمود کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم. خب بله، این رو ما برکت این که حلیت و حرمت جز از ذات اقدس اله نیست از اونجا میپذیریم، اما از در سوق ادبی بالاخره فعل یه فاعلی دارد تا آدم بفهمد منشأ این حکم چیست. دیگر ادب محاوره این است که منشأ حکم رو مشخص بکنه. بعد فمود و احل لکم ما وراء ذلکم. الان بحث در ذوات است، نه بحث در اوصاف. یعنی فعلا 15 ذات بر شما حرام بود، بقیه بر شما حلال است. زنی که منکوهت العب نباشد و این 7 قید نسبی نداشته باشد، اون 2 قید رضایی نداشته باشد، اون 4 قید مصاهره نداشته باشد، به شوهردار نباشد، با این زن می شود ازدواج کرد. اما از در وصف او رو سوره مبارکه بقره مشخص کرد، به صورت الزام هم بیان کرد، فرمود لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، و این حکم هم یه حکم الزامی است. آیه 221 سوره بقره این بود که لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، و این نکاح هم نکاح لغوی است، یعنی عقد و ازدواج عقدی نیست. بنابراین با مشرکات نمی شود نکاح کرد، خواه عقد دائم، خواه عقد انقطاع، خواه ملک یمین، خواه تحلیل، با مشرکات نمیشه مشکل. حالا اگر مسئله سبی و اسارت مطرح شد، اون با این قید تغییر میکند. یعنی اگر جنگی پیش آمد، زنهای مشرکه به اسارت در آمدن، با وصف شرک نمیشود با اونها ازدواج کرد، گرچه ملک یمین مایه تحلیل است، چون ملک یمین به منزله ازواج است. چنگ فرمود اینها حافظ فروجن الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، که ملک یمین به منزله زوجه است، ولی شرایط زوجیت و نکاح را آیات دیگر بیان میکند. فرمود که با مشرکات هرگز نکاح نکنید، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، این نهی است.
نه اون که مشرکات نیستن، اونا کتابیان، با کتابیه میشه ازدواج کرد، اما مشرکات غیر از کتابیه هستن. ولا تنی که هر مشرکاته حتی یؤمن، این نهی است دلالت بر حرمت میکند و در این گونه از موارد دلالت بطلان اون عقد میکند. بعد نهی را تأکید کردن، همون بودن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتین ولو اعجبت کن، اون حکم تکلیفی را با این حکم ارشادی تأیید کردن. بعدم در ذیل فرمودن به اینکه اینا شما را به آتش میکشانه، هم از اون طرف همون ولا تونی که هر مشرکینه تا یؤمنو ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبت کن، اگر خواستید دخترتون خواهرتون رو به یک غیر مسلمان بدید این کار نکنید، این کار حرام است. این کاه یک مرد مشرک حرام است ولو یه ظاهر فریبایی داشته باشد، برای اینکه مرد مسلمان بهتر از مرد مشرک است و این حکم اخلاقی را و ارشادی را در کنار اون نهی تکلیفی فقهی به مولوی بیان کردن. بعد در پایانش فرمودن اولئک یدعون الی النار، مبادا خیال بکنید که ما حالا شما رو میخوام موعظه بکنی یه حکم اخلاقی بگیم، نه، این حکم فقهی مولوی صاف روشنی است و خدا به شما را به بهشت دعوت میکند یا شما را به جهنم. بنابراین نکاح مشرکات که غیر از نکاح کتابیان حرام است به ای نحو انکار. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنه. بنابراین اگر چنونچه سخن از اوصاف باشد، مسئله کفر، مسئله لعان، این گون از عناوین مخصص این ذوات هستن که علاهده بود بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.